خب جناب آذر، دیدیم که برزیل بالاخره کشتی ترمه و باوند ما رو آزاد کرد و خب سوق نمیدادم به این کشتی ها، ولی الان مبحث شما میخواید مطرح کنید که این یک فرصتی است برای بهانه یا فرصت یا بهانه پیدا کردن برای رسیدن به غنی‌سازیه. میتونم ارتباط اینو بدونم که دقیقا یعنی چی و منظور شما چی هستش؟ بفرمایید. نخست من میخوام شما رو گواه بگیرم برای این موضوع که من به خاطر مشکلاتی که داشتم این موضوعات رو یک ماه پیش برای شما فرستادم، ولی نشد این برنامه رو برم. من از یک ماه پیش، چون دو روز پیش دیدم که دولت ما چون سماجت ایالات متحده رو دید برای تحریم ها، این اجازه رو به سازمان انرژی اتمی داد که بررسی بکنه طرح پیشرانه اتمی رو و امکاناتی رو فراهم بکنه با سانتریفیوژای جدیدی که ساختن مرکز تحقیقات انرژی اتمی برای غنی‌سازی در حجم بالا، مثلا بالای 20%، 50%. اینا خب شما گواه هستید که من یک ماه پیش این مطلب رو برای شما فرستادم و الان خوشحالم که حداقل این کار تحت فشار، حالا به گفته شما، کاخ مرمر یا افکار عمومی هست داره اجرا میشه. اما بحثی که مهم هست، همیشه در سیاست خارجی یک بهانه هایی وجود داره که کشورها میتونن بر اساس این مسائل برای خودشون خط قرمزها رو عبور کنن. مثلا ایالات متحده یه قانون نانوشته وجود داشت که اجازه نداشت یک نیروی دریایی قدرتمند تشکیل بده، اما درگیری بریتانیا با نیروی دریایی ناپلئون باعث شده بود که خب این وسط چه نیروی دریایی بریتانیا چه بعضن کشتی های فرانسوی ناپلئون می اومدن کشتی های شکار نهنگ آمریکایی رو غارت میکردن و روغن نهنگش رو به تاراج می بردن. خب این بهانه رو به ایالات متحده داد که حالا که اینجوریه من حق دارم برای خودم نیروی دریایی تشکیل بدم و وارد آبها شد. یعنی به دنبال یک بهانه ای بود که بتونه این کار رو انجام بده و خب میدونست که نیروی دریایی بریتانیا مشغول جنگ با نیروی دریایی ناپلئونه. این از این فرصت استفاده کرد و برای خودش شروع کرد ناوگان تشکیل دادن و از تجربه همین شکارچیان، ملوانان شکارچی نهنگ و اینا استفاده کرد برای نیروی دریایی خودش و تشکیل دادن اون. من اینو به عنوان مانند آوردم. امروز ما هم میتونیم همین کارو بکنیم. وقتی ما تحریم سوختی هستیم، اون فرتورهای کشتی‌های فلبر ترما و باوند بذارید، کشتی‌های ما نخست اینکه اگر بخوام مسافت‌های طولانی برن، خب اینها رو اذیت میکنن و میگن که شما باید سوخت خودتون رو با خودتون بیارید. ما یا باید از میزان باری که این کشتی ها میبرن کم بکنیم، به میزان سوختشون اضافه کنیم. خب این ضرر اقتصادی داره. موضوع بعدی که وجود داره، یا باید یه نفتکش یا کشتی پشتیبانی با اینا بفرستیم که سوخت اینا رو بهشون بده. خب حالا تو اقیانوس اینا مثلا سوخت کم آوردن. عملیات پیچیده، یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌ها در هر نیروی دریایی، عملیات سوختگیری در دریای دیگه. مثلا ناو، مثلا الوند ما از ناو پشتیبانی خارک مثلا میخواد سوخت بگیره، خب دریا مواجه، خیلی شرایطی هست. خب این مسائل خیلی سخت میکنه این کارو. وقتی برای نیروی دریایی این کار سخته، ببینید برای کشتیرانی غیر نظامی چقدر میتونه سخت باشه. ایمن هم نیست و هزینه اقتصادی خیلی بالایی رو هم تحمیل میکنه به ما. ما میتونیم از این قضیه، از دولت ما که بخاری بلند نمیشد، شما دیدید که گام های کم کردن تعهداتش چقدر کم و ناکافی بود در مقابل قلدری غرب، حداقل اینجا به صورت کمینه ما میتونیم این رو از دولتمون بخوایم که حالا که اینا دارن شما رو اذیت میکنن، شما از این بهانه استفاده کنین، بگید که من میخوام کشتی های دارای راکتور هستی بسازم. ببینید کشتی های راکتور هستی شاید بعضی انتقاد بکنن که آقا نمیصرفه، برای بخش دفاعی میصرفه چون امنیت قیمت نداره، ولی برای بخش اقتصادی نمیصرفه. در کوتاه مدت نمیصرفه، ولی در بلند مدت اتفاقا اینا شعاعشون، چون بعضا 20 سال 30 سال کار میکنن، نیاز به سوخیری مجدد ندارن در فناوری‌های نوین. یا در بخش‌های دیگه شما اگه بخواید دقت بکنین، اینها میتونن چند دور شعاع به اصطلاح زمین رو، دور زمین رو بچرخن این کشتی‌ها. در بلند مدت این کار بسیار به صرفه خواهد بود، چون کشتی هایی که دیزل هستن سوخت گرون گازوئیل رو دارن می سوزونن و خب در بلند مدت اتفاقا
کشتی هایی که دیزل هستن بخوایم بلند مدت حساب کنیم، ضرردهیشون بیشتره و سوددهیشون کمتر. و یه بخشی از این سوختی که اینا مثلا میخواد، مثلا نفتکشی ما داریم میخواد کلی نفت یا میانات گازی رو ببره بده به دست مشتری، یه بخشی از این رو نمیتونه نفت یا میانات گازی بزنه، باید سوخت خودش رو داشته باشه. وقتی که این نفتکش ما راکتور هستی داشته باشه، تمام اون ظرفیت تانکر خودش اختصاص میده برای صادرات نفت، پس از این لحاظ هم میصرفه. ما اگر بخوایم بررسی بکنیم که تا چقدر میتونیم غنی سازی بکنیم، من دیدم اسپوتنیک زده بود که اسپوتنیک روسیه بخش فارسی زده بود که این کار ایران نقض برجام محسوب نمیشه. ایالات متحده هم تا دیروز من چک میکردم حرفی نزد. خب این وسط به ما این اجازه رو میده که ما بتونیم چیکار بکنیم، چون از اون سو هم دشمنی با ما وجود داره، ما بر اساس مفادی که در بند وجود داره، در برجام وجود داره، ما میتونیم بزنیم زیر میز بازی و شروع بکنیم به غنی سازی. ما هم میتونیم غنی سازی 20% بکنیم، چون کشتی های قطبی روسیه من دیدم تو معادن رفت آمد میکنن اینا، این کشتی ها کشتی های هستن که با سوخت 20% اتمی کار میکنن، یا برخی از این کشتی های نظامی هستن که یا زیردریایی های اتمی هستن که با توان 50 تا 57% غنی سازی سوخت رو با خودشون حمل میکنن و میتونن رفت آمد کنن. نیازی نیست ما امروز به سمت 70 یا 90% برسیم، ولی این بهانه وجود داره. ما امروز میتونیم حداقل 20 تا 50% غنی سازی رو انجام بدیم و به اون سمت ببریم کشورمونو. هیچ اگر ما در بخش رسانی خوب عمل بکنیم، هیچ جای دنیا هم ما رو متهم نمیکنه. تازه یه بندهایی در برجام وجود داره به اسم غروب خورشید که به صورت رفته رفته اینها بعد از 5 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال یه سیر سختگیری ها که رو ما هستش آزاد میشه. خب ما میتونیم اونا رو هم ملاک قرار بدیم. البته یه بخشی وجود داره تا ابد در فقط هم برای ایران اجرا کردن. ما میتونیم از این قضیه سوخت دادن، این سوء استفاده رو به نفع کشور و منافع ملیمون انجام بدیم که بتونیم بزنیم زیر میز بازی و بگیم که حالا که سوخت نمیدین، ما کشتی هامون رو به صورت چون میخوام پیشران هسته‌ای داشته باشن، غنی سازیمون رو میبریم بالاتر. من تا جایی که مطالعه کردم این توانمندی و شناخت و آشنایی در بین مهندسین و متخصصین دانشمندان ما برای کار کردن و طراحی پیشران‌های هسته‌ای وجود داره و ممانعتی هم درش نیست. اون فرتوری زیردریایی که پیشران هسته‌ای داره اونم نشون دادید؟ خب ببینید در بخش نظامی هم ما یه قانونی سال 93 مجلس مکلف کرد دولت رو که در این زمینه در بخش دفاعی وزارت دفاع رو دولت باید بودجه بده، مکلف بکنه در این بخش تحقیقات بکنه، اگر نیازی به کمک داره از مرکز تحقیقات سازمان انرژی اتمی کمک بخواد. ما چه بخوایم چه نخوایم، برای اینکه وزنه کشور ما بره بالا، ما چه چیزی از چین و هند کم داریم؟ امروز پاکستان هم یه چنین برنامه‌ای برای خودش داره تعریف می‌کنه. ما بالاخره باید به سمت زیرسطحی‌های مثلا زیرسطحیه که الان فاتر زدیم، طرح‌های زیرسطحی بعثت وجود داره که مثل کیلوهای روسی هست و اون قابلیت این رو داره که موشک‌های کروز و حتی تلاش‌های بالاتر موشک‌های بالستیک هم به خودش هم بکنه و ما برای اونها دیگه باید پیشران‌های هسته‌ای داشته باشیم. خب ما امروز در بخش هسته‌ای اگر بتونیم پیشران‌ها رو برای غیرنظامی طراحی بکنیم، ما رو ورزیده میکنه برای اینکه زمانی که طرح‌های زیر سطحی های سنگین ما وارد مرحله عملیاتی و ساخت شدن دیگه، تولید شدن، تحویل نیرودری شدن، ما دیگه مطلع پیشران سوختش نباشه. آقا بدنه ساخته شده، سونارها نصب شده، تمام تجهیزات هست، ولی ما همچنان پیشران هسته‌ای نداریم. حالا این اینجا باشه یا فعلا با پیشران دیزل کار کنه، نه، اون زمان ما میتونیم یه چنین کاری رو آماده داشته باشیم، بنا به نیاز اون زیردریایی راکتوری رو طراحی بکنیم و ساخته بشه. چرا؟ چون پیش از اون راکتورهای برای پیشران کشتی هامون، چه کشتی های نفت کش، چه کشتی های که میانات گازی میان، چه کشتی های کانتینربر و فلبرمون، برای اونها هم بسازیم. یه موضوع دیگه هم که من تا یادم نره باید یادآوری بکنم، یه ضعف اقتصادی که وجود داره. کشور برزیل
یک کشور کشاورزیه. خب ما از اونجا داریم میریم به اونا، چون ما کشور در بخش پتروشیمی اینا داریم صنعتی میشیم، ما چرا کود محصول نهایی رو صادر نمی‌کنیم؟ کود صادر می‌کنیم، مواد اولیه ساخت کود رو داریم صادر می‌کنیم به برزیل که اون بره کود رو تولید بکنه، یه اشتغال برای برزیل بشه. خب خود کود رو صادر بکنیم، بعد از اون سو شما دارین ذرت تراریخته وارد می‌کنین. ای دل من خون از این تراریخته، ای دل من خون. برای این باید موضوع مرتوجهی بشه که مسئولین می‌خواد بیشتر دقت بکنن. اگر پرسشی هست من در خدمتم. خب من صدا رو باید باز کنم هر سری؟ نه همه چی عالی، دستتون درد نکنه، چون باید برنامه رو مرتب بریم. شما انقدر مسائل رو یه کامل توضیح میدید و منم انقدر توی موضوعهای خودم درگیرم که میبینم شما هم توی این موضوع دیگه انقدر کامل مسائل رو بیان میکنید، چیزی برای ما نمیمونه. سپاسگزارم. میریم بخش آخر پس اگه صحبتی نیست بفرمایید. بسیار عالی.